گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید هر چند رئیس جمهور غنی تمام پیشنهادها و طرحهای او را در مورد صلح پذیرفته اما هنوز عملی نکرده است. رهبر حزب اسلامی میگوید که در نشست سه جانبه با رئیس جمهور و حامد کرزی روی ارائه طرح واحد به نشست استانبول، ایجاد حکومت انتقالی، ایجاد یک شورای تصمیم گیر، آزادی هم از زندانیان حزب اسلامی و طالبان، تامینات اشخاص و انتخابات توافق شده است. متاسفانه رئیس جمهور با مشکلات در داخل تیم دولتیش مواجه شد و نتوانست موافقی همه را حاصل کند، نه در رابطه به طرح صلح و نه در مورد شورای عالی و ترکیب و صلاحیت های آن. در جریان است این که هنوز هم اینا نتوانستند مشکل داخلی خود را حل کنند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنان با اشاره به شورای عالی دولت میگوید که در این شورا تمام طرف‌های دخیل در جنگ و صلح افغانستان شرکت داشته باشند و از تمام صلاحیت‌ها برخوردار باشند. تشکیل شورای عالی شامل رهبران هفت جهت مؤثر در جنگ و صلح که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل مهم ملی به شمول صلح خواهد بود. رئیس جمهور به نمایندگی از دولت در آن شرکت خواهد کرد. پیشتر نیز شماره از احزاب به شمول حزب جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی افغانستان از تشکیل شورای عالی دولت انتقاد کرده بودند. آنان گفتند که این شورا صلاحیت تصمیم گیری را ندارد. هر نهادی که ایجاد می شود باید چارچوب و ساختار و صلاحیت هایش مشخص باشد. این شورا باید صلاحیت تصمیم گیری را داشته باشد. ریاست جمهوری در مورد این توافقات چیز نگفته اما تاکید کرده است که رئیس جمهور غنی به منظور تقویت اجماعی داخلی در خصوص صلح با گلبدین حکمتیار و حامد کرزی دیدار کرده است. حکومت در تقویت اجماعی سیاسی و ملی اراده لازم و قاطع دارد. اجندای اولین جلسه نهایی شده و طرز العمل مکانیزم اجماعی سیاسی و ملی غرض مشوره شریک گردید است. رهبر حزب اسلامی همچنان سقوط شمار از پاسگاه‌ها و ولسوالی‌ها در روزهای اخیر را توطئه خوانده و گفت که هدف از این کار ایجاد اختلاف آغاز جنگ میان حزب اسلامی و طالبان بوده است. وزارت دفاع ملی این موضوع را رد می‌کند.